سلام و درود دوستان عزیزم، من امین شهبازی هستم و به چنل خودتون خوش اومدین. اگه اولین بار به این چنل میبینید دکمه سابسکرایب رو بکوبونید، زنگوله رو روی آل بذارید تا تمام ویدیوهایی که میذارم در طول هفته براتون بیاد و اولین نفر مطلع بشین. توی این ویدیو قرار ریاکشن به نوازنده‌های هنگدرام دنیا بریم، امیدوارم که لذت ببرین. این چنل برای دوستاتون بفرستین، لینک ریمیتو گذاشتم دوست داشتین دونیت بکنین و قراره که این چنل بتره که حمایت‌ها رو زیاد بکنین. میخوام ساز هنگدرام گیفت بدم، هدفون و هر چیزی که واقعا شما رو خوشحال میکنه و حمایتتون بکنم همونجور که شما منو حمایت میکنین. بریم با همین ویدیو جذاب. دارم که کسی ناراحت نشه چون باید جنبه هامونو ببریم بالا، به خاطر اینکه دارم فعالیت خیلی بیشتری توی یوتیوب میکنم و قراره که به خیلی از بخشایی که تا الان رسیدگی نکردیم رسیدگی بکنیم. بریم هم اولین ویدیو رو داشته باشیم. ببخشید استوب میکنم اینجوری. ببین کاور یه موزیکی رو زدن باحاله، خیلی توانایی خودشو میخواد، اینکه بتونی اونو روی هنگدرام بزنی و زیبا باشه، اما نیستم. هرچی خودم هم شاید چند بار این کارو کردم ولی نیستم. ساز به این قشنگی، صدا ساز به این خب، دوباره استوب میکنم ببخشید، شب این ریاکشن کارهای چیز شدم رپ فارسی. ببین ساز به این خفنی، استایل به این باحالی، همه چیت خفنه. اگه یه قطعه خودت میزدی هیچ حرفی برای گفتن نداشتم. اینم خیلی زیباه، دمت گرم، همین که داری میزنی خیلی قشنگه. و اما فنه خوبه با این موزیک، ببین این موزیک اصلا هممون باهاش خاطره داریم و هتل کالیفرنیا واقعا خیلی خفن بود. به نظر من که زیبا زدی، خفن زدی، ناب زدی به اصطلاح خودمون آمیانش، ولی کاش که یه قطعه خودت میزدی دیگه. و حالا این آرتیست خیلی قطعه مختلفی مطمئنن داره این نوازنده، ولی خب اون دوستی که عزیزی که بر من این ویدیوها رو از توی اکسپلور در آورده، خب اینا چی ویدیوهایی که خیلی ترکیده دیگه، ولی خیلی خفن بود. ببین داره به دعایی میدن شد قشنگه حالا از هر کی. از هر کی ساز گرفته، از هر کمپانی. دیدی یه کوتامونو مثال بعدش کوتاه اومد. اینکه بداهه میزنین خیلی خفنه، ولی خب اونم سازش خیلی حرفه‌ای تر بود، صدای سازش قشنگ تر بود، تاچش باحال تر بود، خیلی نوازنده چی میگن چیره دستی بود. ولی خب بداهه، آقا بداهه بزنین، بداهه قشنگه. موزیکای کلن کابرم باحاله، ولی خب مثال میزنم بعدش میاد، حرف میزنم بعدش مثال میاد، فادیز بیس فادیز بیمی ا
با اینکه صدای باد می اومد، صدای آدما از اون ور می اومدش، همین جوری داشت چش با حال دیدی که آخرش هم یه ذره بازیش گرفته بود، آنچه چیز بازی بود، ولی باحال بود، جذاب بود. چرا؟ چون که بداهه بود و تو چی میگن انتظار اونا رو بعضی جاها رو داری بعضی جاها رو نداری و خیلی قشنگ میشه. وگرنه هنوزم بخوام بگم حرفه‌ای بودم و اولی از همه خیلی خفن تر بودن نظر استایلی و نظر ساز. حالا چون تو استدیو هم بود صدای سازش خب خیلی واضح تر بود، اینم باز خیلی خفن بودش. هم که همه داریم نه نوت به به دقیقا همون ملودی که داشت میزد و داره با سازم میخونه رو با سازم داره میزنه، چقدر خفنه. بداهه خیلی ساده، خیلی آروم، نرم، ولی من واقعا به این میتونم بگم بهترین بود از نظر اجرایی، از نظر اون اکتی، حس و حالی، فضایی که ساخت فضای جدید بود. یه ها چقدر تون شروعش گرده با چقدر باتمانک باشه شد خیلی صدا نه صدا کلن صدای باد و بارون و طوفان و همه چی بود. این بنام داشت همینجوری دستا میرفت والو. شما نظر بدین، نظر شما هم برای من جذابه و دوستم شما هم نظر بدین. ویدیوهای بعد اون دوست عزیزی که این ویدیو رو برام پیدا کرده حداقل تایما رو یه نگاه می‌کردی من یا اینجوری نه، ولی با در حد استوری بود فکر کنم رفته بودی استوری برداشته بودی. اول من سیره و قشنگ میزنه، با حال میزنه، از دست چپ هم فقط باید یه در استفاده بکنه، همه کار رو داره با دست راست میکنه. شدش واقعا میخواستم تو آخر ببینین و متوجه چند تا نکته که بهتون میگم بشین. ببینین، یک، اولا که چیزی که شما میایین ساز میزنین و چیزی که میخواین اجرا بکنین و قبلش بیاین یه بار خودتون بشنوین بعد پست کنین. خب اصلا من بحثم این چیزی که دیدیم الان نیستا، و از جفت دستاتون کار بکشین، دستا رو زیاد از ساز جدا نکنین. بعد یه مثلا ده 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 یه چیزی بود که واقعا تو مخ بود چیزی که داشت میزد، یعنی هنگدرامو کسی نمیتونه اینجوری بزنه، آماتوراش هم باز قشنگتر میزنن، ولی سعی کنین آروم ساز بزنین. این ساز به نظرم من خودم هم خیلی ملودی های تند و فستی دارم و خودم ولی عاشق ملودی های آروم هم. یعنی بچه هایی که میبینم آروم ساز میزنن تا ته ویدیوهاشون رو نگاه میکنم، چند بار گوش میکنم، ملودی هایی که خودم پلی میکنم در طول روز توی خونه اگه هنگ درام باشه، ملودی های مالت مارتینه که اون موزیکایی که یک ساعت هست و از آروم شروع میکنه، حالا یه جاهایی تند میزنه دوباره، نه همش فسته نه همش اسلوه،
نه همش تنده نه همش آرومه، تعادل داره بین این دوتا و یه مدل نیست، یه چیز خسته کننده دن 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 خسته کننده نمیزنه و سعی میکنه با بالا و پایین بردن اون ملودی، اون فضا، اون نوت. حالا اگه حتی یه ملودی رو داره 20 یه دوره کرده مثلا 4 تایی داره 10 دقیقه تکرار میکنه، یه بار تون میزنه، یه بار آروم، یه بار تاچشو آروم محکم میکنه، اینا خودش باعث میشه جذابتر بشه و از اون یک نواختیه در بیادش. چیکار کرد با همون؟ میگم مثال بعدش ویدیو میاد دمت گرم، ولی نه به یه سریا نه به یه سریایی که چیدی. به و ببین هم که آروم میزنه با این خیلی ساده سی 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 هی داری یه چیزی رو تکرار میکنه و خیلی با اینکه ساده است ولی میبینی خیلی قشنگ بود. یعنی دیدی قشنگ یه حس آرامش خیلی باحال توی فضای قشنگ، اصلا نه از این ور دوربین میرفت میومد، خودش یه مثلا فکر کنم یه خط ملودی بودش داشت اونو هی تکرار میکرد، 10 بار تکرار کردش، حالا دوبارشو این مدلی میزد، دوبارشو اولا که همش یه جور دره ددن دره ددن دره ددن سی 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 سین سی 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 سین آره. یعنی به نظر من که آروم زدن هنگ دارم خیلی جذاب ترش میکنه و شما هم امتحان بکنین، خودتون ویدیو بگیرین بعد بشین اون ویدیو رو نگاه بکنین ببین چه حسی بهتون میده، ببینین مثلا خودتون رو بذارین جای اون بیننده. به نظر من که من خودم این کارو میکردم با خودم. خب چقدر صداش زیاده، این همون حرف من بودا. این فکر کنم قصد اینجوری چیده که من بیام این نکته بگم. قبل اینکه یه ویدیویو پست کنین گوش کنین نگاه کنین ببینین، حالا شاید این برای خیلی سال پیش بود ولی به نظر من میتونست خیلی قشنگ تر باشه اگه صدا بهتر بود، اگه کادر بهتر بود، اگه تیشرتی اون نه اون که دیگه به من مربوط نمیشه، ولی در کل خیلی چیز بود. هیچ نظری ندارم مثلا. گردن درد نمیگیره. آها به 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 نگاه تو گردن دستتم درد میگیره. بامزه بودش ولی خب گردن درد و دست درد و مطمئنن یه سال دو سال دیگه داره، ولی خب به دردش میخوره 10 سال این مسیر رو داره میره. اما شما این کارو نکنین چون واقعا مچتون دستتون و گردنتون آسیب میبینه. انقدر تحرک خوبه، انرژی داشته باشه آدم خیلی خوبه، ولی خب اکت بیش از حد روی ساز باعث میشه که به مشکل بخورین در آینده. امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین و اگه این ویدیو 200 لایک بگیره از همینجا دارم بهتون قول میدم ورژن ایرانیشم میذارم و ویدیوها رو برای من میفرستن و سعی کنین اگه خودتونم دوست دارین میتونین توی اینستاگرام من امین شهبازی آفیشیال توی اون ویدیوها رو برای من بفرستین و بگین این برای ورژن ایرانیش لطفاً اینا رو هم بذار بین اون نوازنده، میتونین این حرکت رو بزنین و من خیلی خوشحال میشم. نظرات زیباتون رو توی کامنت برای من بنویسین، اگه دوست داشتین این چنل رو برای دوستاتون بفرستین، دکمه سابسکرایب رو بکوبونین، زنگوله رو روی آل بذارین. اینم عشق خودتون زدم که بدونین من
با شما هیچ فرقی نمی کنم. شما هم مثل من، منم مثل شما، دیدین حرفا رو خیابانی میزنه. این چنل واقعا مثل چنل خودتونه و حمایت کنین باعث میشه که کلی اتفاقای بالتر بیفته، کلی گیفتای باحال براتون دارم، کلی چیز یاد میگیریم دور هم دیگه. این ویدیوها در گسترده تر میشه، میتونم اگه درآمد خوبی از یوتیوب داشته باشیم یه سری آرتیست و نوازنده رو دورم جمع کنم، مسابقه ها، چالش های خفن بدارم، حالا نه بلایند دیت ولی چیزای خوشگلتر و باحالتر که آموزنده باشه و ایرانی ها رو توی قالب و چارچوب خیلی خفنتری توی دنیا نشون بدیم. الان کلی از ایرانی های ما دارن این کارو میکنن و دارن فرهنگ سازی میکنن، دارن زحمت میکشن، ما هم باید همین کارو بکنیم. دوست دارم اون تایمی که دارم زندگی میکنم مفید باشه و با کمک و انرژی و حمایت شما این اتفاق میفته. اگه دوست داشتین این ویدیو رو برای دوستاتون بفرستین، نظرات زیبا رو بنویسین، دکمه سابسکرایب رو بکوبونین، لینک دونیت ریمی تو گذاشتم، میتونین اونجا دونیت هم بکنین و به من انرژی بدین. این ورژن ایرانیش هم میسازم اگه این پست 200 لایک بگیره. بریم تا ویدیوهای بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.